اما امروز شنبه 29 آبان روز جهانی کودک، شعار امسال آینده بهتر برای هر کودک. همزمان با روز جهانی کودک، مدیر کل بهزیستی استان تهران اعلام کرده که در فصل زمستان حدود 2000 کودک در متروها کار میکنن. او همینطور از شهرداری تهران خواست کودکان که در مترو کار میکنن در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی قرار بگیرن. حامد فرمند، فعال حقوق کودک از ویرجینیا، با ما همراه شده. آقای فرمند، سال هاست که آمارهای اعلام میشه از کار کودکان، از کودکان خیابان. شاید تنها چیزی که فرق کرده اینه که به جای اینکه میگن میگفتن جمع‌آوری، الان میگن ساماندهی. چقدر عزم جدی وجود داشته برای حل مسئله کار کودک در ایران؟ سال گذشته بود که شمیلا شیرزاد، دختر بازیگر فیلم خورشید آقای مجیدی، در جشنواره فیلم فجر وقتی جایزه گرفت، ضمن اینکه گفت که کودکی است که در متروهای ایران تهران کار میکنه و برای کسب درآمد تأمین شرط مالی خودش آرزو کرد با بغض که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشت اون روز برسه. جمله و عبد سخنرانی خیلی کوتاهی که خیلی ها رو احساساتشون برانگیخت و بر من به عنوان فعال حقوق کودک، این آرزو بود که شاید شرمی رو ایجاد بکنه در مسئولان و مقامات ایران. در همون سالن شهردار سابق تهران حضور داشت، همراه معاونانش بلند شدن و کف زدن. این چیزی است که ما در تمام طول این سالها شاهد بودیم. اونها نهایتا به عنوان مسئولان و مقاماتی که باید برای حل مشکلات قدمی بردارن، نهایتا آمار اعلام میکنن و کلمات رو عوض میکنن و یا قوانین و قواعد رو تنظیم میکنن که بعضا خیلی هاشون هم آسیب زاست به جای کمک کننده. همون طرحی هم که ایشون ازش صحبت میکنه یک طرح بسیار آسیب زا و صرفا برای پاک کردن صورت مسئله است. متاسفانه خیلی کوتاه اگر بگید که چه آسیبایی داره این طرحی که بهش اشاره کرد. این طرح مبتنی بر اولا که بخش کوچکی از کودکان کار رو میبینه و اینها صرفا گروهی هستن که دیده میشن. این طرح مبتنی است بر اینکه این گروه دیده نشن، از خیابانها جمع بشن، هر اسمی که بخوان روش بگذارن. این طرح بدون در نظر گرفتن زیر ساخت هایی است که منجر به حضور کودکان در خیابان یا در محیط های کار میشه، که اون بحث اقتصاد هست، بحث شرایط مالی است و توانمند نبودن اینها و دور بودن بسیاری از اینها از آموزش. ممنونم از شما حامد فرمند، فعال حقوق کودک از ویرجینیا، با ما همراه بودید.